مرحبا 99مین برنامه گفتگو بین میان نخبگان و شهروندان آلمان شهر که با همراهی مؤسسه سازمان جهانی باز برگزار می شود خوش آمدید. مهمانان گرامی، خانم ها و آقایان، خوشحال هستیم که امروز 99مین برنامه گفتگوی خود را در چنین تاریخی که فردا روز جهانی حقوق بشر است ثبت می کنیم. این گفتگوها در همین مرکز و در همین مکان برگزار شده است، فضای دور از خشونت، جنگ و انتحار. در همین دو روز گذشته در دو جلسه اشتراک کردم که هر دو گفتگو در باره گفتگو با مردم افغانستان بود. کاش 10 سال پیش این گفتگوها و این بحثها میان مردم افغانستان راه اندازی می شود. اگر چنین می شد، اکنون مردم بسیاری از دردها و رنجها، ناراحتیها و کاستیهایی که در گذشته تجربه کردن را شاید با هم می نشستند و می توانستند راه برای درمان آنها پیدا می کردند. همین حالا که اینجا نشسته اید، چند ساعت به روز جهانی حقوق بشر باقی نمانده است و اکنون روز جهانی حقوق بشر تیتر اول اخبار جهان است. اما تیتر اول روزنامه های کشور ما را جنگ، خشونت، انتحار، قتل، بی‌عدالتی، ضعف، فساد، تجاوز و امثال آن پر کرده است. با وصف اینها، عده‌ای با استفاده از گزارش های غیر علمی و معلومات ناقص متاسفانه به دلیل تغییر جهت برای تقسیم قدرت میان بازیگران میکوشند گذشته تلخ را بر ما تحمیل کنند و آنان را که دیروز ما را کشتند دوباره بر ما حاکم سازند. دوستان گرامی، بجز معلوم کسانی که در ناامنی و جنگ منافع خود را در میابند، در جهان هیچ کس مخالف امنیت و صلح نیست. ولی صلح را باید از آتش بس تفکیک کنیم. هیچ صلحی در نبود عدالت امکان پذیر نیست. صلح برای التیام دردها و رنجهایی است که ملت متحمل می شوند. صلح برای این است که 100,000 نفر در تاجیکستان خواستار پناهندگی در انتظار در صف منتظر نمانند. هر روز و سفارتخانه های کشورهای همسایه برای گرفتن ویزه کار یا ویزه کار یا ویزه اقامت نروند. صلح برای این است که مردم در درون به کشور آواره نباشند. متاسفانه آنچه امروز زیر عنوان صلح از طرف دولت ارائه می شود معلوم است که از همین حالا متاسفانه ناکام است، چون مردم طرفدار صلح توأم با عدالت و حاکمیت قانون و صورت برابر برای همه هستند. من به همین کوتاه بحث خود مقدمه ای که خدمت را عرض کردم با پایان می رسانم و از میریم با سراغ مهمانان گرامی که در این پنل با ما هستم. جناب آقای گلین پوسونی، مسئول سکتور عدلی مرکز تحکیم ثبات در کاپیسا و سروی. جناب دکتر غلام حیدر علامه، استاد دانشگاه و وکیل مدافع. آقای مشعل افروز، همکار سازمان نگاه شفاف به افغانستان. آقای عبدالحمید سحاک، از سازمان بین المللی انکشاف و حقوق. آقای جمیلی از ولایت نجراب. آقا محمد کاکر از تگاه و جناب آقای زیا مبلغ، فعال حقوق بشر و جامعه مدنی و پژوهشگر. بحث ما را از جناب دکتر آغاز میکنیم.